خب سلام برای یوتیوب سویل اقتصادی هستم برمیگردیم با مهری جون داستان وکالت و میگم وکالت مهاجرت و اومدن به کانادا من یه سویل گذاشته بودم که بچه کسی سوال داره بپرسه به قول معروف همه باید بری هزینه بدی و وقت بگیری تو تخت نشستی میتونی سوال بزنی و الان ما سوالو بخونیم ولی قبل از اینکه برم به سوال میخوام اولین سوال سوال خودم باشه من میخوام بدنم اگه یه نفر اینجا یه بیزنسی داره حالا من نمیدونم نوونوا سوپر داره رستوران داره کمپانی کشف طلا داره این آدم میتونه خانوادهش و دوستش و رفیقشو کسی رو ورداره بیاره یا چه راهی هست منی که کمپانی دارم میخوام دوستمو بیارم سویل جان وقتی که شما یه بیزینسی تو کانادا دارین اگه از این بیزینستون یه سال مالی گذشته باشه یک سال بله یک سال مالی گذشته باشه و حداقل دو تا کارمند داشته باشید میتونید برید البته به خاطر جدیدنم که حتی نیروی کاری هم کمتر نیروی کاری زیادی کانادا احتیاج داره بعضی وقتا شاید حتی بتونین اگه کارمندم ندارین برین سرویس کانادا ازشون تقاضا بکنید و برای اون نیروی کار خارجیتون ای بگیرین و حالا اون نیروی کار خارجی میتونه ویزای کار بگیره و بیاد کانادا پس برای فقط بعد پس یه بیزنسمن باید یک سال تو بیزنس باشه مهمترین چیزش اینه مهمترین فاکتوری که داره اینه که حداقل یک سال از سال مالیش گذشته باشه یعنی بی... چقدر پول در میاره مهمه چقدر پول در میاره خیلی مهم نیست ولی نباید بانک باشه یعنی نباید ورشکست باشه بعد این آدمی که میاره موظفه بهش پول بده تا چند سال یا نمیتونه محول بندازش بیرون یعنی ببینید اینجا طبق قانون کانادا کسی رو که میارن حداقل سه ماه به صورت آزمایشی میتونن باهاش قرارداد بنویسن که به صورت آزمایشی کار بکنه ولی میتونه اگه طرف رو میاره شخصی که میاره باب تبعش نباشه خب مسلما بندازتش بیرون ولی خب هیچ تا گیر نمیافتی دن. مثلا دو یه دوست لشه برداری بیاری بعد یارو کار نکنه تا ما بهش حقوق بدید چون قرارداد بستی با دولت هم چیزی نیستش همچین چیزی وجود نداره ولی اوکی. فقط تا سه ماه بعد از سه ماه چون شما تا سه ماه آزمایشی یه نفر رو میاری بعد از سه ماه دیگه اون کارمندت میشه و اگه بخوای اخراجش بکنی باید حقوق قانونیش رو بدی اوکی فهمیدم خب این سوال من بود برای که بیزنس دارن تماس میتونیم بگیرین با مهری جون و کسی هستش توی ایران دنبال کسی باشه که بیزنس داشته باشه اینجا بله خیلی خیلی هستن توی ایران که خودشون بیزینس دارن توی ایران مثلا شما تو ایران میتونین مغازه دار باشین یا میتونین شرکت داشته باشین دنبال یه مغازه یا یه شرکتی میگردن اینجا که بتونن سهامش رو خریداری کنن تو سهامش سرمایه گذاری بکنن یا حتی بیزینس رو کلا بخرن خب من یه بیزینس هم مثلا من چه میدونم رستوران دارم میخوام بگم من هستم اگه کسی میخواد بیاد من میتونم مثلا یه درصدش رو بفروشم بهت برای دو سال که تو بیا اینجا پاسپورت رو بگیری کارتو بکنی بعد دو سال مثلا بعد من پسش بفروشی یا مثلا فلان چیز من باید به کی الان برم باید به شما زنگ بزنم در واقع دقیقا شما بیزینستون تو کانادا یا تو ایران تو کانادا است من اینجا کانادا بیزینس دارم هیچ کسی هم نمیخوام بیارم فقط فکر پولم میخوام به نفر که تو ایرانه بگم که بیا به من 20000 دلار 5000 دلار 200 دلار شیتیل بده من به خاطر این شیتیل تو 20 درصد کمپانی رو به تو میفروشم واسه دو سال که تو بیا اینجا اجازه کارتو بگیری نه. نه به این صورت نمیتونه باشه که شیتیل بده نداریم نداریم؟ نه, نه تو قال این چی <laughs> <شی تیل. laughs> خب من با بیزینس میخوام پول در بیارم <laughs> نه نه خب. نه نه شیتیلی نداریم نه بیزنسش <laughs> خدا از دستتو شما یه بیزینسی رو توی کانادا دارین دو تا راه داری یا میتونی یه کارمندی رو بیاری از خارج از کانادا اینجا که بهش ویزای کار بده یا بیزینس بفروشی یا بیزینس رو بفروشی حالا لازم نیست کل بیزینس تو بفروشی yeah. سهام بیزینس هم میتونی بفروشی چقدر درصدش مهمه یا نه ببین اگر اون طرف بخواد اقامت دائم بگیره مسلما باید 50 درصد به بالا باشه آه, آه،, آه، خب از این سوال خود. زیر 50 درصد نمیتونه باشه خب بچه ها میریم به سوال شما امیدوارم آماده باشید دمتون گم این سوالاتونه مقدار خیلی دیسنتی اومده خوبه نه؟ راضی بودی؟ اصلا باورم نمیشود اگه یعنی فالوهر باور... فکر نشه بشه این اتفاق میافته برای عکس فالوهر باز خب از اولی من آقا من شروع کنم خوندن هر کدومش آقلانه بود جواب بده هر کدوم آقلانه نبود فقط بگو نکست اصلا وقت خودتون رو من رو بچه ها رو طرف نکن اگر من امکان پیار از استان کبک داشته باشم و بخوام اقدام کنم و در این حال در یک ستارتاپ شریک باشم که در شرف اخزد مدرک نام ساپورت باشه میتونم برای هر دو اقدام کنم همزمان؟ من سوالو نفهمیدم سوالم چی بود اول به من توضیح بده سوالم چی بود ببینین کسی که داره از طریق <تصفح> کبک اقدام میکنه خب. و همزمانم هم میخواد استارتاپ انجام بده شما اجازه خب ندارید که استارتاپ یه راه مهاجرتیه اون... که میتونین شما بیاین اینجا آها آه. بگی من استارتاپ دارم آشی. اوکی فهمیدم این میگه من میخوام هم تو کبک بگم میخوام بیام کانادا هم میخوام استارتاپی یکیش بگیره درسته اوکی خب نه متاسفانه طبق قوانین کانادا شما نمیتونین از دو تا روش اقدام بکنین یا شما یا باید اگه بکنین چی میشه میتونو بگیرین اگر این کارو بکنین احتمال داره هر دو تا پرونده رو دولت ریجکت کنه چه عقده کانادا اوکی بچه با کانادا این کار نکنه اگه یه ایرانی تابعیت کشور دیگه ای داشته باشه ایشون ایرلنده آیا میتونه برای قانون جدید مهاجرت به کانادا اپلای کنه یعنی از ایر... خودش ایرلندیه ولی اگه پاس ایرانی رو داشته باشه میتونه این کار رو انجام بده بله آها بس باید نشون بده که یه چیزی با ایران داره پاس ایرانی خلاص مدارک لازم برای مهاجرت تحصیلی و چگونه اسکال سکالش، بگیرن خب ببینین اسکالرشیپ که دانشگاه ها دو نوع اسکالرشیپ دارن یه نوع اسکالرشیپ جزئیه که به خاطر مثلا شما معدلتون بالا باشه اینا همه ای دانشگاه به شما میدن دو هزار دلار سه هزار دلار ولی من فکر کنم بعضی وقتی که اسکالرشیپ رو سوال میکنن منظورشون فول فانده. یعنی کل پول کل پولو رو بده. کل پولو بده که خب قبول کنین من همیشه تو مشاوره ها میگم دولت کانادا مثلا شاید تو هر دانشگاهی دو تا سه تا یا ده تا از این فول فاند داشته باشن و خب اونا رو بین دانش آموزا بر اساس اون معدلی که شما دارین بر اساس اون ا... یعنی خیلی سخته دیگه یعنی به این راحتی نیست که به همه بدن یعنی اسکالرشیپ که مبلغش جزئیه میتونن به همه بدن منم هم گرفتم شما هم گرفتیم آره نه اسکالرشیپ رفتم یه جایی باید نامه مینوشتی اگه قمقاستازی زیاد میگوزی باید پول میدادم بین 50 دلار تا 500 دلار من این نامه نوشتم یارو بهم 500 دلار داد این دلش خیلی شکسته بود یعنی دقیقا ببینین رقمای جزئی رو به همه دانشگاه ها میدن مثلا بین 500 تا 2000 دلار اگر شما دانشجوی خوبی باشید ولی اون فول فاند و... خیلی ایجانس. کم اتفاق میفته برای برنامه‌نویس یا بازی ساز شرط مهاجرت چطوریه اتفاقا بهترین گروه از مهاجرین مهاجرایی هستن که توی رشته های کامپیوترن چه جاله. این گروه هم بهترین روش براشون اینه که دانشجویی بیان ولی اگه هزینه رو دارن اگه هزینه رو ندارن یکی از راهای خوب براشون اگه زبان میدونن اگه یادتون باشه توی اپیزود قبلی گفتیم اینو اگه زبان انگلیسی میدونن و سابقه کار و تحصیلات رو دارن خیلی راحت میتونن از طریق اکسپرس انتری بیان و واقعا کانادا به این گروه احتیاج مبرم داره <applause> جمله اکسپرس انتری یعنی سریعتر پروسس میشه یا فقط اسمش اکسپرس انتریه ببینید قبلا اگه یادتون باشه ما یه برنامه داشتیم به اسم نیروهای متخصص بهش میگفتن اسکیل ورکر دولت برای یه سری افرادی واقعا نیاز داره که اینا رو راحتتر و سریعتر بیاره به کانادا اونا میشن اکسپرس بله الان بله. اون همون نیروهای متخصص یعنی اسکیل ورکر قبلی تبدیل شده به این تری که همون برنامه است ولی یه ذره با شرایط مختلفی و سریعتر پروسس میشه بله خدا. و سریعتر پروسس میشه من دایم کانادا میگه منو ببر ولی بهونه میاره میگه نمیتونم دروغ میگه راست میگه خیلی این داره اگه ها. دایید کار داشته باشه پنج تا امپلوی داشته باشه یه سال فلان بیزنسش باشه میتونه یه جوی بیرات ولی احتمالا دایی نداره این شرایط رو معمولا حتی این شرایط هم نداشته باشه خب ببینیم فامیل فامیل حالا دایی درجه یک به حساب نمیاد ولی خب به هر حال فامیل میتونن دعوت نامه بدن و از طریق اگه بخواین بین دایی و خواهرزاده رو به هم بندازین میتونیم بگیم آره میتونه بیاره ولی نمیخواد خب یه سوال دارم. دارم به من یکی مسیج میزنه س من میخوام بیام کانادا همه چین جور شده فقط یه دعوت دارم میتونی واسم بفرستی فرض کن من میخوام بگم آره من میتونم بفرستم من بعد کد چیکار کنم این نامه بنفرستم بفرستم بشه شما دعوت شدی چیه داستان این دعوت نامه؟ ببینید دعوت نامه اگه اصلا گوگل ام سرچ بکنین کلا دعوت نامه رو میاره ولی ارزش اون دعوت نامه اون رابطه ایه که شما با اون فرد دارین او پس بگم فنمه میگه گو خوردی این در بقید. درست میگم ببینید دقیقا اه. نمیتونیم بگین که دعوت نامه رو چون شما میتونی دعوتنامه نامه بنویسی پس میتونیم همه رو بیاریم دولت به اینکه شما چه رابطه ای با اون طرف دارین یا باید باهاش یه رابطه کاری داشته باشین یا باید باهاش یه رابطه خانوادگی داشته باشین همینطوری دعوتنامه هیچ ارزشی نداره ارزش اون دعوتنامه به رابطه یه که شما با اون فرد دارید تا چه سنی میشه واسه تحصیل وارد کانادا شد؟ ببینید این خیلی 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 سوال جالبیه من فکر میکنم ما حتی تو اپیزود قبلم یکم راجع بهش صحبت کردیم شما باید سنتون با تحصیلاتتون تو ایران مچ کنین یعنی چی؟ یعنی اگر شما سنتون 20 سالتونه دیگه مکسیموم میتونین اینجا بیاین کالج یا 25 سالتونه میتونین بیاین کالج ولی اگر بین 25 سال تا 30 سال یا 35 سال دارین و هیچ تحصیلاتی تو ایران ندارین خب خیلی براتون اینجا تحصیلات مشکله یعنی ما میگیم برای رنج سنی 25 سال تا 35 سال بهتره که تو ایران حداقل یه لیسانس داشته باشین و اینجا بیاین برای فوق لیسانس دکترا دولت تاریخی گذاشته که مثلا میگه اگه یه 46 دیگه تو نمیتونی واسه تحصیلی اپلای بکنی یا نه دولت هیچی نذاشته ولی آفیسرا بر اساس اون پرونده هایی که میان زیر دستشون نگاه میکنن ببین ما خودمونم دیگه به هم آدمیم دیگه میفهمم دیگه یعنی آفیس... یارو میگه اگه داره چرت میگی مثلا تو چل سال میخوای الان درس بخونی یا سال یه دیپلم هم نگرفتی من دیوانه نیستم ببینید دقیقاً بذارین اینو بگم خیلی من اینو همیشه تو مشاوره ها مسئله ای که دارم صحبت میکنم همینه طرف اومده تو ایران مثلا چهل سالشه دیپلم داره میگه من بیام اینجا دانشجویی خب واقعا اون آفیسری که پرونده رو نگاه میکنه میگه نه مرسی نه، مرسی <تصفح> هیچ حرفه و کاری بلد نیستم فقط زبان فقط زبان انگلیسی بلدم هیچ راهی واسه ویدیو گرفتن هست یا نه من بعد برم دنبال کارهای دیگه من یه خواهشی دارم اپیزود قبلی رو گوش کنن فکت <تصفح> شرایط و هزینه های کامل زندگی و تحصیل دندان پزشکی اینو دیگه واقعا به دانشگاه دندان پزشکیش مربوطه ولی, ت... ولی هزینه زندگی تقریبا گفتین شما سالی ده هزار دلار دولت گفته سالی ده هزار دلار ولی خب وقتی که میایم یعنی مدرکی که باید من میخوام دولت, دولت زندگی کنم بله این ما میرفتیم مثل این حالت من سه... دو هفته تقریبا نه من تو ده روز میزنم این پولو بله تو... یعنی 355 روز دولت به ما بده کاره دولت کانادا اگه میشه سه دلار میشنوی یه روزی خواستم میگم که این عدد رو یه خورده ببر بالا مثل جایزه بفرمایید شما <میستنگ Level> <تصار> <تصار> چرا هر ایرانی موفق به خروج از ایران میشه وکیل مهاجرت میشه او زدی دیست دیگه دمت گرم از شما آدم از مشاورش باید مثل کدوم دانشگاه بره یا خودش باید تحقیق کنه ما الان یه بخشی توی دفترمون داریم که فقط یک ساعت مشاوره میده به یه شخصی که میخواد برای تحصیلی بیاد یعنی بهش میگه که بر اساس سنتون شغلی که تو ایران دارین و بر اساس تحصیلاتتون هستن. این دانشگاه هستن یعنی ما اینطوری نیست که هر رشته ای بخوای بیای همونه باید حتما بدونیم چه شرایطی تا داری تاره. بتونی اطلاعات بیشتری بگیری کلا برای وقت گرفتن با در واقع کمپانی شما شما ساعتی چارج میکنین یا نه مثلا کسی میتونه یک ساعت بکنه باش کمپانی شما اینو فایند اوت کنه بره بله ببینید من دقیقا 15 تا 20 دقیقه اول رایگانه یعنی خیلی هم زنگ میزنن از ایران یا وقت میگیرن 15 دقیقه رایگان سوالاتشون رو میپرسن اگه میشه من تلفنتون الان زیر می نویسم با ایمیلتون و بچه دیگه خودتون خواستین دیگه من دیگه نمیدونم کجا میتونین چیزا رو پیدا کنین دیگه دمتون گرم مرسی که واقعا خواهش میکنم خوشحالم که اینجا هستم و میتونم پاسخگو باشم چقدر طول میکشه تو بتونم تو کانادا حساب بانکی باز کنم شما روزی که با یه ویزای قانونی یعنی با ویزای دانشجویی یا با ویزای کاری رسیدین تو کانادا فردا صبحش میتونین حساب بانکی باز کنیم کسی که پناهندگی میاد اونم میتونه حساب بانکی باز کنه یا نه پناهنده ها تا وقتی که میرن تقاضاشون رو میدن و پراسس نشدن نمیتونن ولی ای که دولت بهشون یه نامه بده بله میتونن راحت ترین کشور برای مهاجرت خب از طریق ثبت شرکت خب مسلما از طریق ثبت شرکت راحت ترین کشور کاناداست انقدر کانادا قانون مهاجرت رو راحت کرده که شما از هر روشی بخواییم بیاین وقتی که مقایسه میکنین با استرالیا با اروپا میبینین راحت تر به اقامت دائم کانادا میرسید چون اون کشورها باید سالها زمان ببره ولی اگه تو کانادا بیاین و کار بکنین یک سال و بقیه مدارکی که قبلا هم صحبت کردیم داشته باشین میتونین اقامت دائم بگیرید ببینید ما یه مشکلی که واقعا داریم کسایی که تماس میگیرن بلا استثناء از من میپرسن راحتترین روش و ارزون ترین روش شما ببین... که بزدی من نمیخوام جواب بدی میخوام ببینم من یاد گرفتم شما میگین تو نباید بگی من چیکار کنم بکنم تو بگو چیکار بلدی بکنی من اونا رو میبینم تو سیستم ما میخواند یا نه دقیقا اوکی. راحت و سری و ارزون نداریم ببینی شما همین امروز صبح که میخواین را بیفتین از هر شهری من تهران رو مثال میزنم شما امروز صبح میخوای از تهران را بیفتی بری تا شمال اصلا میتونی راحت و آ... راحت و سریع و نمیدونم بدون هزینه بری همون که ماشینتو روشن بکنی بنزین بزنی جاده, اما... جاده بری و سختی های جاده بعد چجوری ما راجع به کانادا صحبت بکنیم که شما میخواین هزاران کیلومتر راه بیاین به یک کشور جدید چجوری میشه راحت و سریع باشه ببینید تو کار مهاجرت یه چیزی رو که من همیشه به همه میگم صبر و بردباریه ببینین این راه شدنیه ولی با صبر و بردباری و با آمادگی خیلی واقعا حرف درست اگر بخوایم ویزای توریستیمون رو به ویزای کار تبدیل کنیم چند روز وقت داریم چند روز وقت داریم نیستش الان ویزاهای توریستی که دارن به ایرانیا میدن پنج ساله است شما تو این پنج سالی که ویزاتون تو پاسپورتتونه هر لحظه ای که وارد کانادا بشین میتونین تقاضا بدین و اجازه کار سه ساله بگیرید ولی خب این مدتی که همون لحظه ای که رسیدین فرودگاه میتونین فردا صبحش هم این کار رو انجام بدین ولی چقدر جواب و بهتون میدن سه تا چهار ماه و شاید بیشتر طول بکشه که دولت جواب و بهتون بده بعد فالوآپ کوشن کرده زده اگه حالا تو مدت کار پیدا نکردیم چی میشه اگر کار پیدا نکردین میتونین کار شغل خودتون رو راه اندازی کنین اگه خاطرتون باشه قبلا هم همینو توضیح دادیم که شرکت بزنین و از طریق شرکت خودتون اقدام بکنید مرسی سربازی نرفتیم چیکار میشه کرد ببینید من جدیدا شنیدم که توی ایران برای این کسایی که سربازی نرفتن مثل که یه مبلغی رو پرداخت میکنن و بهشون پاسپورت میدن و میتونن بیان خارج از کشور من نمیدونم این دوست عزیز ببینید وقتی که یه سوالی د... سوالی پرسیده میشه چون سوال خیلی حقوقیه باید تمام جوانب رو به من بگن بگن که سربازی نرفتن آیا تحصیلات دارن آیا دانشجو هستن خب اگه اصلا سربازی نرفتن دانشجو هم نیستن پس با این حساب پاسپورت بهشون نمیدن پس با این حساب اصلا هم نمیتونن از کشور خارج بشن وقتی یکی ریجکت میشه برای تحصیل میتونه همون موقع بعد اپلای کنه واسه کاری من میخواستم اینو خدمت دوستان بهشون بگم چجوری برای کاری اقدام ما اینجا خودمونی بگم به برابکس اینو بگم میخواستم به شما اینو بگم ببینید وقتی کسی ریجکت میشه صحبتی که من باهاش دارم اینه که خواهش میکنم شرایطتون رو عوض کنید و دوباره اقدام کنید مثلا طرف رو ریجکت میکنن به خاطر اینی که از نظر مالی مشکل داشته خب ما همیشه میگیم بیاین پول یه سال دانشگاه رو بپردازین دوباره اقدام کنین حالا این سوالی که دوست عزیز کرده همینو گفته گفته من ریجکت شدم دانشجویی میخوام کاری انجام بدم اگر فکر میکنین اون ای دارین یا ویزای کاری که بهتون میدن شرکت معتبر یک کاری میتونین بکنین بله میتونین دوباره اقدام بکنین ولی اگر مثلا دانشجوییتون ریجکت شده حالا فقط میخواید... راه دومی فقط راه دومی این کارو نکنین حداقل چون خیلی اصلا مثلا الان شرکت ها... این کار بیا به من پول بده مشاوره بگیر <تصفح> چون که نمیاد آقا پول شما در بینیم. بعد از انگوشنگاری نگاری میتونیم بخشی از پول تمکن تمکن مهم. تمکن این چی؟ تمکن مالی یعنی پولی که میذارن که بیان بخش از پول تمکن مالی رو خارج کنیم از حساب قبل از اومدن ویزای تحصیلی بهتره که این کارو نکنین چون اداره مهاجرت هر لحظه امکان داره از شما بخواد که شیش ماه پرینت بانکیتون رو بدین ریز حساب بانکتون رو اگر این پول رو بردارین من همیشه پیشنهاد میکنم به موکلام که این کارو نکنین ولی یه خواهشی دارم اگر مثلا یه مشکلی پیش میاد میخوان یه مبلغ جزئیش رو بردارین بردارین ولی خواهشان دوباره تو حساب بذارین چون هر لحظه امکان داره که ریز حساب دوباره بخوان من سرباز اجباری در سپاه افتاده برای مهاجرت چی میشه کرد؟ راهی داره سرباز صفر هستم اینو خواهش میکنم با دفتر تماس بگیرن چون واقعا الان یه سری از عزیزانی هستن که توی سپاه هیچ رتبه ای هیچ چیزی نداشتن فقط سربازیشون رو مجبور بودن انجام بدن و ما داریم برای اینا کاری که میکنیم به دولت اعلام میکنیم که این خدمت سربازی اجباری برای پسرای پسرا عزیز کشورمون یعنی تکنیکلی اتوماتیکلی نمیتونه بیاد شما دارین سعی میکنین یه جوی دورش بزنین منطقی <applause> دورش نمیزن یعنی به دولت میگن که دنیا اجتماع میکنه یارو سپاهی نیست بله دقیقا از طریقاً. دولت جواب میده آره ببین ما داریم یه راه حل پیدا میکنیم که به دولت بگیم و چندین پرونده موفق هم داشتیم از کسایی بوده خوش خوش. که فقط سربازیشون تو سپاه بوده همین که دولت بفهمه خدمته چون ببینین قبل و بعدش نباید هیچ رابطه ای با سپاه داشته باشین همون خدمت سربازی رو میشه با مدارکی به دولت اعلام کرد که خدمت سربازیشون تو سپاه بوده و مشکلی نداره با زیر 500 میلیون میشه یک دانشجو به کانادا مهاجرت کنه؟ نه متاسفانه نمیتونیم چون اگه کسی که اپیزود قبلی رو گوش کرده باشه یادتون باشه گفتیم که حداقلی که باید داشته باشن ده هزار دلار به علاوه هزینه یک سال دانشگاهه دانشگاه. و خب این مبلغ میره یه چیزی بالای سیه بین ۳ هزار تا چل هزار دلار که تقریبا میشه یک میلیارد و امم مهارت ای داشتن تا چه حد میتونه فاکتورهای دیگر رو جبران کنه اپیزود قبل نه کن برای کار جواهرات راه اندازی بیزنس چطور است من این آقا میخواد چه بیاد خیلی خوبه کسایی که اگه خاطرتون باشه اپیزود قبل راجع به کسایی که میتونن بیان کانادا و بیزینسشون رو راه اندازی کنن صحبت کردیم چه خوب که کسی که کار جواهر بلده حالا چه جواهر سازی چه جواهر فروشی اینجا بیاد و شرکت خودش رو راه اندازی کنه و واقعا میگم اگه اون کار دست جواهر ایران رو بیارن که عالی خواهد بود سوال بعدی زده تا چند درصد میشه روی این قانون جدید کانادا برای ویزای توریستی که تا فوریه وقت هست حساب باز کرد که تبدیل بشه به ویزای تحصیلی بسید من یه چیز جالبی راجع به این قانون چون جدیده و تا فوریه هم فقط هست؟ بله و او. یه حجومی از هموطنای عزیزمون اومدن به سفارت که این ویزای توریستی رو بگیرن که بیان اینجا تبدیلش کنن حتی این دوست عزیز میگه تبدیلش کنیم به ویزای تحصیلی این قانونیه که تبدیل میشه به ویزای کار ولی واقعا به نظر من با این همه ریجکتی که داره میاد هیچ امیدی بهش نخواهد بود چون ببینین وقتی که من فکر میکنم آمارو رو نمیدونم دقیق باشه چون با یکی از همکارامون صحبت میکردیم میگفت بالای دو میلیون تقاضا از ایرانی اومده به اداره مهاجرت و دو میلیون اصلا یه رقمیه که من نمیدونم <تص sunduk> واو <applause> اگه این رقم درست باشه حالا ما میگیم حتی پایین و بالا هم باشه یعنی رقم ولی ببینید این حجمه از تقاضا اومده باشه خودتون در نظر بگیرین که چقدر شانس دارید Fair enough. آیا با خرید ملک میشه اقامت گرفت؟ نه متاسفانه کانادا جزو کشورهاییه که متاسفانه با خرید ملک نمیتونید اقامت بگیرید ما برنامه اندازه کافی پول داریم احتیاج نداریم بیا پول بذاریم ما کار میخوایم یه زمین اونو بزن چه رو بزن دادم چه کانادا اینجا فلکس قوی کرد پر رو کار کردن چون خیلی که یه خونه میخوایی سریع بس. اسپانیا بله, بله مکسیک ترکیه هر خونه ده ده تا خونه میخوایی میگن اینجا. خونه تا خونه بهت میفوشم ولی راد نمیدم اینش خیلی خوبه کش بیا با با پول بیا خونه بهت میفوشم ولی مهاجرت بهت نمیدم چه جالب چه جوری رایگان مهاجرت کنیم با شنا برای کسایی مثل من که ایران مدرک پزشکی گرفتن داروسازی چه میشه شرط کاری اونور ایجاد شه بعد بره در واقع کمپانی داروسازی اپلای بکنه براشون نه اینو باید حتما یه ریجستریشنی از اینجا فارمسیست بورد فارمسی اینجا باید یه ریجستریشن بگیرن و برن امتحان بدن و بعد از اون میتونن از ایران میتونه این بکنه نه باید حتما بیان اینجا بهترین راه برای کسایی که داروسازی دارن اینه که بیان اینجا تحصیلی در زمانی که دارن تحصیل میکنن بیان برن اون ثبت نامایی که برای برد داروسازی کاناداس انجام بدن و بعد از اون میتونن کار داروسازی رو انجام بدن من اینجا توی بازار تهران بودم پنج سال اگر با لیسانسم اپلای کنم برم اونجا فوق بخونم بعدا تو رشته مورد علاقه هم بیزنس منیجمنت بقیه سو بیزنس منیجمنت توی این رشته میتونم کار کنم و کم کم پیشرفت کنم بله دقیقا اینو اصلا تو اپیزود قبل اپسود راجع اپسود به قبل. همین صحبت کردیم شما وقتی که یکی از لازمه کارهایی که بکنیم وقتی که میان اینجا یه تجربه کانادایی بگیرین و دوباره شروع بکنین به زندگی کردن اینجا با تجربه کاناداییتون اگر از طریق ورزش یا مدال میشه مهاجرت کرد ببینید ما یه برنامه خیلی خوبی برای ورزشکارا برای کشاورزا داریم این برنامه رو مسئله ای که دارین فقط مدال آوردن نیست یعنی علاوه بر اینی که طرف مدال بین المللی یا مدال های کشوری آورده باید خودش یه بیزینسی هم تو ایران داشته باشه و یک سال این بیزینس رو مثلا ربط به ورزشش هم داشته باشه ربطی به ورزشش هم داشته باشه باید یه بیزینس هم داشته باشه که از طریق اون بتونه بیاد برای کانادا ولی خب به این راحتی هم نخواهد بود این بهتره که از طریق همون اگه خاطرتون باشه کسی که ورزش کاره از طریق همون بیزینس بیاد اگر از نظر مالی وضع خوبی داره از نظر راحتی گرفتن اقامت کانادا راحت تره یا آمریکا مسلما اقامت کانادا خیلی راحت تره چون اگه نبود ما هم آمریکا بودیم شده کانادا به خدا اگه من آمریکا بودم چه حالی میکردم به عنوان یک دانشجوی اینترنشنال میشه تو کانادا کار حرفه ای انجام داد یا اگه میشه چه جوری شرایطش الان کار خوبی که شده اگه ایرانیان میتونن دانشجو دانشجوان باشن یه قانون جدید با ایرانی باشی هم... اگه ایرانی باشن بله چه باها الان خیلی جالب شده که سر محسا سر محسا بله به ایرانی ها اجازه همدخوزا. دادن به ایرانیا اجازه دادن اگه دانشجوین میتونین ویزای اوپن ورک پرمیت بگیرین با همون اوپن ورک پرمیتتون میتونین دوباره درس بخونین یعنی یه مزیت بسیار خوبی برای دانشجوهای ایرانیه که همزمان هم درس بخونن هم اون بیزینسی که دوست دارن بزنن بند خدا توی کشور دیگه بهش معروف تجاوز میکنن سودش اینجا میزنه به جنگیستن اون کشور بیاد مثلا خوبی کنه و مردم بگه به خاطر محضا اونجا هنوز همون هم کارش داره میکنه اینجا دارن اضافه میکنن که در دل, دل مردم در بیان دمت گم واقعا کامدا سلام خفن سلام عشق من من بیس چه؟ من 27 سالمه زبانم بدک نیست تحصیلاتم لیسانس برق امیدی داشته باشم به مهاجرت خوب عالیه خیلی خوبی من اول صحبت قبلمون گفتم کسایی که بچه های <تصفح> مهندسی کامپیوتر آره این در تا صحبت کردیم یعنی اصلا اپیزود قبلی ببینیم فکرمون رجوع تا رجوعی حرف یه آدم عادی میتونه مهاجرت کنه بریگا یس yes, میتونه آیا با پول میشه ویزا رو اقامت گرفت سوال خوب آره یکی فقط پول داره حسین هیچ کاری دیگه نره بکنه ببینین اگر شما فقط پول دارین و یه ایده دارید ببینید پول کافی نیست اگر در کنار پول ایده دارید میتونید از طریق همین بیزینس زدن بیزینس بیایید چقدر جالب تکنیکلی کشوری که بشه با پول بره اون کشوری که میشه خونه بخری بری دیگه اگه میشد با پول بیای خونه میشد بیای اگه نمیتی با خونه بیای بس با پول نمیشه چقدر جالب دم هم چه فلکس جالبی کرده میگه پولدار نمیخوام آدم با کلاس و آدم آدم حسابی میخوام <applause> هم نیروی کار یعنی هم همبال میخوام <applause> هم ولی آد... میگه آدم حسابی بش میگه چی میگم <applause> میگه پولداری نمیخوام <applause> پولداری بیا م... مسافت عشق کن هتل بگی برو خونم بخری بهت میدم رقم نیستی تکست میکنم بعد گرفتن لیسانس در ایران چه زمانی و چه روشی بهترین روشه برای لینک شدن با دانشگاه های اونجا که رب داشته باشه به دانشگاه خودش دقیقا اگه خاطرتون باشه اول صحبت های امروز ما من همینو گفتم به یکی دیگه از دوستامون گفتم که ما یه قسمتی تو دفترمون داریم فقط مخصوص دانشجو که میتونن این دوست عزیزمون تماس بگیرن ما میتونیم با هر دانشگاهی که بخوان لینکشون بکنیم که بتونن از اون دانشگاه پذیرش بگیرن چجوری میتونیم مواجهت کنیم با مدرک زبان دیپلم الکترونیک و بدون سرمایه سنم 18 هستش تازم دیپلم گرفتم این بهترین اگر بتونه از نظر مالی خودش رو تامین بکنه پول اگه پول ندارن که متاسفانه چی من به شما پیشنهاد میکنم که یه شغلی بگیرید زبان انگلیسیتون رو بخونین و درستون رو ادامه بدین تو ایران به خیلی ها شده اینو گفتم از الان این هدف رو برا خودتون بذارین خودتون رو آماده کنین برای پنج سال آینده پنج سال دیگه شما به من زنگ میزنی میگی که مدرک تحصیلی گرفتم زبان خوبی دارم و یه سرمایه هم دارم و اون زمان میتونی بیای خواهشن این اپیزود قبلی رو الان جالبه امروز که اومدم و داریم این سوالا رو با هم مرور میکنیم برام جالب شده حرفایی که ما تو اپیزود قبل زدیم تو همینا دقیقا دقیقا این سوالا تکمیلش کرد یکی زده من برای شرکت نفت کار میکنم میتونم همچین کاری تو کانادا پیدا کنم حالا جوابش که آره است من سوال اینه که این چه جوری باید بکنه اینم تو آفیس شما یه قصه که زنگ بزنه به کمپانی نفت وصلش کنین یا نه ما یه،, ما یه،, گروهی داریم به عنوان ایمپلویمنت کمپانیایی که باهاشون داریم کار میکنیم ام. ما میتونیم اینا رو چون ببینیم ما الان شرکت های بزرگ نفتی داریم در فکر میکنم کلگری باشه الان ما شرکت های بزرگ نفتی در آلبرتا داریم که نیاز مبرمی دارن به کسایی که تو کار نفتن اگر این شخصی که نوشتن زبان انگلیسیشون خوبه که بتونن حداقل از پس کار بر بیان اون شرکت های ایمپلویمنت میتونن بهشون کمک کنن اوکی پس به شرکت امپلویمنت. تماس بگیری بگی من این کارو بلدم اونا بهت کجا میتونن بعد کار پیدا کنن حالا اون شرکت ها همشون به یه دربیس دسترسی دارن یا نه دیگه خودشون مثلا یکی 10 تا کمپانی نفر دیگه که دو تا بلده شما همش نمیدونی اصلا بله خودشون هر کدوم یه شرکتایی رو در آه، پس دارن اونم سعی کنم پیدا کنم یعنی مهمه من دانشجو پرستاری چه چجوری بیام کانادا بسیار یعنی, یعنی خیلی خوب اگر تماس بگی با دفتر ایشون و رو... پرستارای جزو گروه هستن که واقعا کانادا احتیاج داره و با آغوش باز پرستارا رو مخصوصا همین سری آخری که اکسپرس توری تو امتیاز بندی ها به خاطر پرستارا و پزشکان و کادر درمان امتیاز بندی ها رو حتی پایین تر آورد برای این گروه دیگه دیگه از این بهتر نمیشه از این بهتر نمیشه, نمیشه. یه دانشجو چه محلی رو باید ببین توجه شوش که کانادا اسکول که نیستش مهربون که نیستش نمیخواد حال بده مردم میگه کدوم دایوسی توی ایران تو زحمت کشیده خوش و ساخته قوی شده تو بیا اینجا یعنی داره داره سوء استفاده میکنه از کشورهای دیگه اینو واقعا باید داشم من فکر کنم مثلا معلوم فکر کنم مثلا دانش مثلا این عمو مهربون است میگه بیا بیا, بیا قربونت برم من کمک هم. نه میگه که تو بیا اینجا مثلا سود داری من راد میدم بیسیکلی اینه مثلا اگه واقعا پول نداری قدرت نداری انگلیسی بلد نیستی کار بلد نیستی تجربه نداری نمیخوادت حالا بتونی بری توی زیر کامیون خودتو برسونی این ور بعد بیای تو بگی پناهنده خب اون دان دیگه است اونی که اون که هرکس کسی خوش و پیدا کنه کسی نمیدونه چون قانونی که نیستش دیگه اصلا این پناهندگیه ولی هر قانونی که داریم می صحبت می‌کنیم بعد تجاوز بشی این چیزا نمیشه یعنی کاش میشد همه رو اومد اینجا یا اصلا بهتر ایران درست کسی نمیخواست از ایران بره بیرون ولی این داستانه اگه با یه دختری که پیار کانا داره ازدواج کنم شانس قبولی آدم چنده از این اصلا شانس قبولی نیست دیگه قبوله ها نه بس شانس قبولی نیستش جواب این دوست عزیزمون رو خیلی راحت میدیم اگر شما با یه نفر ازدواج کنین که پی آر کانادا داشته باشه میتونین از طریق اسپانسرشیپ تقاضا بدین و بیان کانادا به عنوان اقامت دائم مسیر مواجهت و کاری رو کامل از صفت و و رشته آیتی رو توضیح بده خسته نباشی دیگه اینو ویدیو قبلی رو زمانتش بکش راحت این راه اینه که گفتیم راحت این راه وجود نداره شرایط ویزای ورزشی صحبت کردیم چقدر میگیریم من و شهر چی؟ آها چقدر میگیری منو شهروند من کنی ما اینو تو تمام ویدیوامون توضیح دادیم هیچ چیزی به پول نیستش نه 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 تمام... میگه میگه فی شما چقدر در واقع میگه من رو میخوام یه نفر رو بگیرم کمکم کنه چه عددیه که من بعد باعت... شما میگفتی آیفون هستش بین 1000 ت... تا 1500 تا 3000 دلار دیگه میدونی شاید حق رو میگن بله. ببین مسئله اینی که یه نفر میپرسه شما چقدر برای سیتیزنشیپ میگیرید آخه اینا خیلی سوالای به هر پرونده و شخصی ارتباط داره یعنی چی؟ یعنی ما نمیدونیم شما چند نفر رو پرونده هستین پدرین، مادرین، بچه این، تنهایید یه نفری چون نرخ بر اساس هر پرونده ای متفاوته ولی چیزی که الان میدونیم 25 دقیقه یه رو به اول که صحبت بکنیم رایگان رایگانه, رایگانه, شما رایگانه. تو, تو مجانی میتونی صحبت کنی بعد اونجا تو, تو اونجا یه عددی میشنوی دیگه یا خوشت بیاد خوشت نمیاد دیگه روانشناسی برای کانادا خوبه ببینید رشته روانشناسی هم جزو رشته های خوبیه که تو کانادا بازار کار خوبی داره ولی مسئله اینه که شما حتما باید اینجا بازم از برد روانشناسای کانادا ثبت نام کنید و مجوز بگیرید فقط بحث گرفتن مجوزه اد... چیزای ایران رو قبول دارن یا ندارن چون ده. معمولا ندارن دارن؟ بیشتر, بیشتر مواقع و بیشتر مشاغل قبول دارن یعنی اینطوری نیست خیلی ها به من زنگ میزنن میگن ما وکیلی میتونیم بیاین کانادا بله شما اگر وکیلین لیسانستون مدرک تحصیلی پروانه وکالت ایرانتون اینجا مورد قبوله اگه دارو سازید اینجا مورد قبوله اگه دندون پزشکین مورد قبوله ولی این مورد قبول بودن معنیش این نیستش که شما اومدین اینجا میتونین شروع به کار بکنید نه باید برید اینجا دوباره حالا بهش میگن اینجا میگن برد حالا فکر میکنم ایران هم همینو بگن ایران بهش میگن باخت باید از اون برد ثبت نام کنید مجوز بگیرید س... بتونی امتحان بدین که بتونید ببینید آپدیت بشه خودش با قانون اینجا تورنتو مونتریال یا ونکوور کدومش بازار کار بهتری داره مسلما ونکوور به خاطر که ونکوور به نظر من نیروی نیروی کاری بیشتری احتیاج داره به نظر خود شخص من ولی اگه کار خاص باشه تورنتو من فکر میکنم درسته؟ بعضی مشاقل تورنتو نیاز بیشتری داره این, این فقط ببینید انتخاب شهر من یه چیز جالبی توی اپیزود اولم گفته بودم یکی از آمادگی هایی که باید داشته باشین انتخاب شهر انتخاب شهر چرا خوبه اینی که شما ببینین چه وابستگیایی چه نیازایی دارین مثلا ونکوور هالیوود نورت آمریکا شما اگر توی چه بال هالیوود داریم توش ولی هالیوود دیگه هالیوود نیست هالیو... اگر کسی میخواد بدون اینه من چون تو برابکس هالیوود باشون میشناسم در که ونکوور خیلی هاته واسه چیز باورتون نمیشه چون ابریه نور که میخوره به ابر سایه نمیندازه یه دست روشنه اگه بخوان روزو تو فیلم روشنی کنن فقط لایت روشن میکنن نور علکی میندازن رو میشه حق اونو همه چی روشنه واسه همین میتونن نور رو کنترل کنن برای همین قبل انکو جای باحالی واسه فیلم بخواد آب و هوا شد مثلا ببینیم ما بچه های کامپیوتر ماکروسافت خیلی از حتی اه... من شنیدم آمازون داره یه شعبه ای رو میاره ای بی گیمز اینجاست بله ببینیم مثلا ای ای وقتی, که... وقتی که یکی از آمادگی هایی که ما توی اپیزود قبل داشتیم راجع به آمادگی قبل از مهاجرت صحبت میکردیم اینه که شما تحقیق کنیم ببینین کدوم شهر رو میخواین برین شما اگه واقعا بچه های آیدی آخه این حرفش راحته چجوری تحقیق کنه این نفر من من بزنم منتریال گود چی بگم بگم لازم نیستش که الان ما همین الان گفتیم حداقل شما وقتی یه مشاور خوب و پیدا میکنین اون مشاور میتونه بگی یا همین پادکست های پادکست های مهاجرتی رو شما گوش کنین همین پادکستی که من و شما گذاشتیم وقتی که ما داریم همین اطلاعات رو میدیم که ونکوور برای کسایی که کارای سینمایی هنر رو دوست دارن یا برای کسایی که کارای آیتی رو دوست دارن قلب این مشاقله خب شما نمیتونی پاشی از اینجا بری مونتریال چون مسلما اونجا کار خوبی کار ده این خوبی نباید باشه این خوبی باشه دقیقا. یه سوال خیلی جالب زده اگه کسی اومد پناهنده شد اینجا میشه بعدش بره ایران اتفاقا من اینو مکررا به مشاوره که زنگ میزنم میگم خواهش میکنین این خواهش میکنم این کار رو نکنین چون بعضیا میگن که نه هیچ اتفاقی نمیفته من به دفترم یا آقایی زنگ زدن که رفته بودن ایران و به خیال خودشون خیلی زرنگی کرده بودن که با پاس با پاسشون رفته بودن ترکیه از ترکیه بلیت گرفته بودن با پاس ایران رفته بودن بعد دولت فهمیده بود و پاسشون رو حتی فکر کنید کسی که پاسپورت کانادایی داشته پاسشون رو باطل کرده بودن و ببینید بعضیا میگن نه این اتفاق نمیفته ولی میتونه بیفته ولی میتونه بیفته آخه چرا وقتی که خودم مثل مثلا اینه که میگه آقا من برم فلان کار خلاف رو بکنم شاید بری ده بار یک کاری رو بکنی هیچ اتفاقی نیفته ولی یک بار این اتفاق بیفته خب چرا بری کار برای یک بار بکنی درسته نه کاملا حرف فر روشی هست که با 20000 دلار آمریکایی کانادا ماجرا کرد دیگه گفتم آقا روش نبا بری بیا بگی چیا هستی یا نه داستان دارم یه رفیقم اینجا خیلی حساس رو مامانش و اینا خب منم اصلا دیگه رفتیم کیک فروشی به دوستم گفتم که در می کیک میگیری رو فلش فلان ننت مجید بعد دوستم گفتش که نمیشه بگم گفتم خاله خب من میام بخاطر همین باعث شدم شینی فروشی پیرو گفتم میشه روی این یه آقای اومد و دقیقاً همین سیبیلیو اومد و اینجوری این چیز سفیدم دستش بود خامه گفت چی بنویسم داداش گفتم میشه بنویسید فلان ننه مجید یه نگاه که گفت معلومه که میشه فقط با صورتی بنویسم صورتی فلانه کسه ننه مجید خواسته باید نبودیم بیشه مجید و در رو باز کردیم که ازش عکس بگیریم در که باز شد هنون این در بر بود مجید با مش گوید وسط کیک هیچی نتونست از این کیک حتی عکس بگیره اگه اکس شدیم میذشیم میذاشیم اینجا عکسش نداریم ولی این داستانه منو کیک برای شما چون من همیشه دوستم تو اپیزود یه چیزی بگم بچه بخندن که خود مودشون عوض شه من در مجارستان فیزیوتراپی میخونم امکانش هست برای ارشد به کانادا بیام بله دیگه. اتفاقا اینا بهترین گزینه های هن. کسایی که چون یه بار رفته بیرون دیگه میگن یه دفعه از کشور رفته بیرون مدرک تحصیلی که اونجا گرفتین میتونین راحت به دولت اعلام بکنین که من یه کشور خارجی مدرک تحصیلی گرفتم و نموندم یعنی اینا همه میتونه دلایل مثبتی رو پروندهتون باشه بابا. و در کنارش هم شغلتون خیلی شغل خوبیه یه فیلم بود خیلی بچه بودم دوست داشتم میگفت راههای رسیدن به خدا خیلی زیاده هر کسی برای رسیدن به خدا یه راهی میتونه پیدا کنه حالا جالبه، هر کس به من زنگ میزنه من دقیقا همینو میگم میگم راههای رسیدن به بید. خدا خیلی زیاده, زیاده. اگر شما اپیزود اول گوش کرده باشی و بدونی باید چه کارهای مقدماتی کرده باشی و اون کارهای مقدماتی رو ازشون استفاده کنی برای همه راه اومدن به کانادا وجود داره واقعا الان که مثلا داریم سوالا رو میخونیم چقدر جالبه که اپیزود اول تمام این چیزا رو واقعا تمام نه مثلا 90 درصد تمامشون جوابشون عالی شما خودتون گفتی یه مسئله دیگه هم که اگه یادتون باشه تو اپیزود اول به همه گفتیم اگر واقعا قصد مهاجرت داری این وقت رو بذار حداقل هر چند چند ای که میتونی وقت بذار و این اپیزود کامل گوش کن آره واقعا یعنی چون یه موقع است میخوان سلز انجام بدن یه موقع است میخوان یه پوینتی رو بذارم ما فقط میخوایم واقعا وقتی یه آدم میره توی مشاوره همون اکسپرینس رو من داشتم بهتون تو اون ویدیو میدادم که میتونم یعنی من خودم رو میذاشتم جای شماها و سوال میپرسیدم نه خودم که تو کاردا نشستم عین خیالم هم, هم نیست دخترم هم, هم, هم ربطی نداره ولی میپرسم برای یه بیزنس من که داره پول درمیاره ایران بهتر یا کانادا سوال جالبی این خیلی سوال جالبیه بذارین همینو من جواب بدم امیدوارم جواب خوبیم هم. همین قد که سوال خوبه جوابم براش خوب باشه ببینید شمایی که داری تو ایران دلار داری اگه دلار و طلا در میاری پس بمون ایران ایران برات خوبه ولی شمای که داری تومن تو ایران در میاری من بوده کلاینتی که روزی که حق و زحمه منو پرداخت کرده دلار بوده دو هزار تومن الان دلار شده چل هزار تومن یعنی اگر اون موقع به من هزار دلار میدادن می شده هزار دلار می شده مثلا دو میلیون دو میلیون الان, الان شده هزار دلار چهل میلیون درسته ملیون. همین این به نظرم بهترین جواب خودتون هم. اومدین دلار چند بود خیلی کم من دلار فکرم 400 تومن بود من دویست ببینید یکی از چیزهایی که من تو مشاوره هم صحبت میکنم و مردم واقعا با گوشت و جونشون لمسش میکنن اینی که صادقانه بهشون میگم میگم شما هیچ وقت ضرر نمیکنین وقتی که من اومدم از ایران بیرون دلار بود 400 تومن 400 تا تک تومن الان شده چهل, هز... چهل چقدر هزار, هزار تفاوت صد برابر شده ببینین پس شما هیچ وقت ضرر نخواهید کرد چون از اون چیزی که من یادم میاد این کشور از روزی که حالا نمیخوام سیاسیش کنم ولی از روزی که ما یادمون میاد همین بوده که بوده این واقعا درسته واقعا درست هیچ بحثی تو نیست برای تحصیل در کانادا چه چیزایی لازمه کتاب و چشم میشه از طریق کسب و کار آزاد هم در کانادا اقامت گرفت اتفاقا اگه یادت باشه اول صحبت رو راجع به کسایی گفتیم که توی ایران بیزینس خودشونو دارن حالا جواز کسب دارن یا شرکت دارن اینا بهترین گزینه ها برای اومدن به کانادا از طریقه که بیان شعبه بیزینسشون رو اینجا راه اندازی کنن اینجا ویزای کار بگیرن و بعد اقامت دائم بگیرن من خیلی هنوز سوال مونده یعنی فیلم کنم مثلا اینقدر هنوز سوال مونده هیچ کنون دست نزدین تمام از اینجا واقعا می میکنم اگه نتونستم من یه دونه دیگر شانسی دستم میذارم. میزن هر چی بود میخونم فرشن بود میخونم کاستودیان وقتی پول یک سال بگیره ولی سه ماه پیشش باشه پول رو پس میده پول یک سال چی رو گرفته هزینه های زندگی رو گرفته یعنی ماهی هزار دلار هزینه های زندگی رو برای یک سال گرفته یا فقط پول اون کاستودیانی که امضا کرده اگر هزینه های یک سال زندگیتون رو گرفته مسلما اگر سه ماه زندگی کردین باید بقیه پول رو به شما برگردونه ولی اگر فقط پول اون نامه رو گرفتن نه دیگه اون نامه رو گرفتن و گذاشتن رو پرونده شما و نمیتونین چیزی پس بگیرین هر ببینین هر سوالی که شما میخونین انقدر حقوقیه من باید به چند تا قسمت م. تقسیمش کنم و جواب هر قسمت رو بدم به خاطر جمیتوند. همین یه مشاوره شما میتونین یه مشاوره رایگان تماس بگیرین و اگه شو سوالی رو چون ببینید تعداد سوالات امروز خیلی زیاد بود و واقعا هم نمیشه به این همه سوال جواب داد من یه خواهشی که دارم حالا تلفنمون رو میذاریم و بقیه مشخص تو دیسکریپشن گذاشتم بچه بله ام... خیلی ممنون از اینکه وقتی اون گوشین سوالا جواب دادین میگم برچه برشا... میدونم خیلی سوال بیشتر بود اگه سوال کسی رو نخوندم ام... واقعا برای مهم نیسته چون خیلی رو خوندم اگه کسی رو نخوندم دیگه انشالله دفعه بعد دمتون گرم اگه سوالی دارین تو کامنت بذارین که دفعه بعد همچین چیزی ویدیو خواستیم درست کنیم و از همین کامنت ها جواب بدیم یا شاید یه دونه فالو ویدیو درست کنیم دمتون گرم چاکس مرسی روز خوبی داشته باشی